سلام، امیر دیبا هستم. از سال 88-89 با شمیر رفیق شدیم، همکار شدیم، همخونه شدیم. 12-13 سال همخونه بودیم. بیشتر از 60 آهنگ با هم دیگه درست کردیم. حسن بابا هم تقریبا یه 6 سالی میشه که با امیر هم رفیقم، هم کارهای زیادی با هم انجام دادیم. من به عنوان تنظیم کننده کنش بودم همیشه. چیزی که من تو ذهنم از امیر تتلو، اول هم خب جنبه رفاقتش و جنبه دوستیشه، حالا با تمام کشمکش و حاشیه‌ای که همیشه تو این سال با هم داشتیم، بسیار بچه خوشقلب، بسیار بچه با معرفت و واقعا چی تو دلش نیست. یعنی یکی دلیل که مثلا من یا همه اطرافیانش از دستش ناراحت نمی شدیم یا تو خیلی جا مدارا می کردیم باش، این بود که امیر واقعا چیزی تو دلش نیست. مهمترین ویژگی که داشت امیر از بقیه آرتیستا متمایز میکنه این عشق واقعیه که تو وجودش هست. عشق به هواداراش، عشق به شعراش، عشق به فوتبال، عشق به آهنگاش، عشق به کشورش، به هر چیزی عشق داره. یعنی اون کارو عاشقانه دنبال میکنه. هیچ آرتیستی رو من ندیدم که این همه برای هواداراش وقت بذاره، چیزایی که میدونه رو بهشون یاد بده، براشون آهنگ درست کنه بی منت، بی پاداش. عشقی هم که هواداراش بهش دارن که خب واقعا دیگه زبان زد خاص و عامه دیگه. من واقعا هوادار اینطور دو آتیشه به اصطلاح من ندیدم در رابطه با هیچ آرتیستی. عشقی که به کشورش داره رو بارها توی آهنگاش گفته، توی خونه خوبه گفته، توی آهنگ ایران گفته، توی آهنگ قهرمان گفته، تو ده آهنگ دیگه گفته و این واقعا بر کسی پوشیده نیست. اما چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم فراتر از این است. تا شمیر تو آخرین تصمیمی که برای خودش گرفت بین تور کنسرت‌های جهانیش، میلیون‌ها دلار پول و زندان ایران، زندان ایران رو انتخاب کرد. با میل خودش، با تصمیم خودش، تصمیم گرفت به کشورش برگرده، علی‌رغم اینکه میدونست به زندان میفته، براش مشکلاتی پیش میاد، ولی تمام اینا رو به جون خرید که فقط به کشورش برگرده. به خاطر اینکه عاشق کشورشه، به خاطر اینکه هیچ جایی جز ایران احساس خوشحالی نداره و این کاری بوده که به جرات میگم هیچ هنرمندی تو این سالها جرات انجامشو نداشته. از لحاظ کاری من میتونم بگم که خب من با خیلی از آرتیست کار کردم، از تأثیرگذارترین آرتیست های حال حاضر ایرانه، مخصوصا برای قشر جوان، برای قشر کم سن و سال. و اون چیزی که من از امیر تتلو میدونم، اون چیزی که من از درونش میدونم اینه که واقعا اگر اون خود واقعیش، اون خود با حال خوبش اگر باشه، مطمئنا تأثیر مثبت خیلی زیادی رو جوونا میذاره، روی بچه های کم سن و سال میذاره. و همیشه تو آهنگاش همیشه سعی کرده که اون تجربیاتی که خودش داشته، تجربیاتی که خودش کرده تو زندگی برنوی و یه جوری به مخاطبش انتقال بده که اون این تجربه رو انجام نده، اون این تجربه براش اتفاق نیفته. و من به شخصه احساس میکنم این ورژن از امیری که انشالله در آینده خواهیم دید، ورژن خیلی درستری از امیر تتلو و کاملتری از امیر تتلو و تأثیر گذاریش فراتر از موسیقی میتونه باشه. در کل بخوام امیر تتلو رو تو چند جمله خلاصه بکنم براتون، از دید منی که باش این همه سال رفیق بودم، باش این همه کار کردم، به نظر من امیر تتلو یک نقطه‌ای داخل موسیقی ایرانه که تکرار شدنش واقعا خیلی سخته، هم بین جوونا هم تو موسیقی. یک تأثیر گذاری داره که این تأثیر گذاری به نظر من باید خیلی بهش مسیر درستی داده شه، به خاطر اینکه
دیگه مثل امیر تتلو وارد موسیقی شدن و اومدن و متولد شدن بسیار شاید زمان ببره، سالها. امیدواریم که بعد از این، بعد از آزادی دوشمیر، شاهد یه آشتی بزرگ باشیم، شاهد بازگشت هنرمندامون، بازگشت نخبه هامون، بازگشت میلیون ها ایرانی دلتنگ به کشورمون باشیم، بازگشت میلیون ها منابع انسانی و ارضی به کشورمون باشیم. و امیدوارم که قضات محترم و مسئولین کشورمون با عطوفت با هنرمندا برخورد بکنن. امیدوارم که هر جا هست سالم و سلامت بشه. ما به عنوان دوستاش، به عنوان خانوادش همیشه هواشو داریم، همیشه تیمیم. و اینکه مطمئنن به زودی تو کشور خودش تو تهران شاهد کارهای خفن ازش خواهیم بود و کلی کارهای باحال قرار با هم انجام بدیم. امیدوارم که به زودی داشمی رو تو جمع خانواده هنرمندا، خانواده خودش، جمع هواداراش و بین خودمون ببینیمش و بتونیم بهره ببریم از هنرش، از استعدادش، از هوشی که داره. و دیگه شاهد زندانی شدن هیچ هنرمندی نباشیم. چند خط شعر از یکی از کاری که میخواستیم اواخر انجام بدیم و براتون میخونم. حس خیلی قشنگی داره، انرژی خیلی قشنگی داره، امیدوارم شما همین انرژی رو بگیرین. یک کار بود به اسم الهی. میگه که الهی هر طرف رفتی فقط شادی ببینی، الهی پای حرف مردم عادی بشینی، الهی مثل بقیه فاز مادی نگیری، الهی تا برسیم به یه آبادی نمیری، تو باید زنده باشی تا ببینی باغچه ها گل دادن و ماهی ها رودخونه ها راحت از قلابن و الهی بگذرن این آدم ها از فیلتر ها، الهی پاشن خواهر و داداشی ها از ویلچر ها. همینقدر از بودن این آدم تو مارکت موسیقی میشه گفتش که وقتی واقعا نیست انگار مارکت موسیقی سوت و کوره و موسیقی ایران همیشه امیر تتلو رو در قلبش داره.